شورای حلقوی کشور که بیش از 10 ولایت را به یکدیگر وصل می‌سازد، سال‌هاست که یک قسمت آن ناتکمیل مانده است. مسیر دشوارگذری که از دره لامان ولایت بادغیس شروع الی ولسوالی قیصار فاریاب ختم می‌شود. حالا اداره محلی بادغیس با استفاده از منابع عایداتی داخلی کار ساخت این سرک را در ساحات ولسوالی بالامرغاب این ولایت شروع کرده است. د بادغیس ټول ولس د حلقوی سرک محروم پاته وو، او دا یوازینی ارمان و چې خپل د ولایت سرک پوخ شي او مشکلات یې ژر حل شي. نو تقریبا ډیر کلونه و چې د دوی ژوند سوی و، د بادغیس کار یې پوخ ډمبر نه و تیر سوی. مادن د غور په ولایت کې دی، پیلن چې دی هغه مادن باندې به کار شروع کېږي. په هغه په مقابل کې دغه سړک ورکول سوی دی، او شرکتونه چې دي دلته درې څلور شرکت دي، هر شرکت خپل اندازه ورکړه سوی ده. در حکومت گذشته کار ساخت شارای حلقوی از هرات به طرف شهر قلنه و مرکز بادغیس پیش رفت، اما قسمت مهم این سرک که در ساحات ولایت های بادغیس و فاریاب می شود باقی مانده است. باشندگان بادغیس خواهان تکمیل این شارا هستند. صبح می آیم، شب می رسیم، سرک خراب. یک روز ما راحت نرفتیم که با خوشحالی بریم، همیشه سرک خراب. ما میریم با میلین، یک روز همیشه ما مشکل داریم با میلین. در دو دهه گذشته باشندگان حوزه غرب کشور انتظار ساخت این شاهراه را داشتند، اما هنوز کار ساخت آن تا قلنه و مرکز بادغیس هم نرسیده است. فعالان مدنی در این ولایت به این باورند که بارها روند ساخت این شاهراه شروع شد، اما پس از مدت دوباره متوقف کردید. در انکشاف و توسعه پروژه های زیربنایی و انکشافی و همچنین عملی کردن سرک حلقوی قیصر لامان، اینا ثابت قدم باشن و عملی بکنن، و ایتناش خدای نخواسته که باز ما شاهد ازی باشیم که سرک حلقوی افتتاح شد ولی بعد از مدت یک برج یا دو برج باز کار متوقف شه، باز سالها مردم بادغیس از این نوعی رنج ببرن. شارای حلقوی کشور از دره لامان شهر قلنه و مرکز بادغیس الی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 233 کیلومتر است. این مهمترین بخش این شاهراه می باشد که ناتکمیل مانده است. مردم انتظار دارند تا این مسیر دشوارگذر به زودی ساخته شود تا شارای حلقوی کشور تکمیل گردد.